أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک همه شهدای جهاد و مقاومت مردم افغانستان، علی الخصوص استاد شهید رهبر جهاد و مقاومت افغانستان، قهرمان ملی استاد مزاری، شهید مطلبه، شهید جنرال رازق و تمام شهدای دیگه مردم افغانستان و علی الخصوص دو شهیدی که امروز و در این مجلس ما از اونا یادآوری میکنیم و سال روز شهادتشان گرامی میداریم، شهید داوود داوود و شهید شاجهان نوری. فرارسیدن سال روز شهادت ای سرداران اسلام و افغانستان در خدمت خانواده معظمشان، مردم محترم و همه شما بزرگان و عزیزان تبریک و تسلیت عرض میکنم. بدون شک ای دو بزرگوار نمونه و الگویی از شاگردان راستین استاد شهید و قهرمان ملی هستند که تا آخرین لحظه عمر صادقانه بر مکتب و بر مسیر و بر راه قهرمان ملی صادقانه استاد شدن، رزمیدن و به می دلیل بود که دشمن زبون و دشمن پست فهمید که اینا فرزندان صادق امی مسیر هستند و سرداران رشیده که ملت به اونا اتکا کرده و اطمینان داره، دیگه اونا را شهید ساختن. خدا من روحشان شاد بگردانه، بهشت بر این نصیبشان بگردانه و به ما و شما توفیق تعقیب صادقانه امی مسیره بده. امروز سه حرف بسیار خلاصه در این راستا دارم. قدم اول من تشکری میکنم از تمام دستندرکاران که چنین مجلسی را دایر کردن. بارها گفتیم نفس یادآوری و حفظ چنین یک رسم میمون و مبارکه که گرامی داشته سال روز شهادت سرداران و شهیدان ما باشه، ای به معنی زنده نگه داشتن یک تاریخ پر افتخار ملت و مردم ماست که بر ما و شما خاطره مشترک، عزت مشترک، اقتدار مشترک، باور مشترک و راه و هدف مشترک ایجاد میکنه. راهی که به خاطرش چنین سردارانی را قربانی کردیم و شهید دادیم. مورد دوم، زندگی پر از تلاطم، پر از زیبایی، پر از معنا و معنویت و زندگی پر از هدف ای شهید است که بدون شک از هر مرحله اونا ما و شما می آموزیم و ما و شما از هر مرحله او باید استفاده کنیم. مبارزه اینها، مجاهدت اینها، درایت اینها، اتحاد اینها، پاکی اینها، صداقت اینها و شهادت اینها، همه اینها بر ما و شمایی که میخواییم رایشان ادامه بدیم یک درس است. شهید داوود داوود ای فرزند رشید افغانستان و یک یار صادق قهرمان ملی و یک شاگرد وفادار و واقعی قهرمان ملی، من از بسیار وقتهایی که خرد بودم ای بزرگواره میشناختم و بار بار در رکاب قهرمان ملی و همراه قهرمان ملی دیده بودم و چقدر صادقانه از روز اول استاد شدن تا روز آخر. مورد بعدی، چقدر شهید داوود داوود نظرش و فکرش بالای خانواده شهدا بود. بعد از شهادت پدر هیچ وقتی نبود که احوال نگیره، خبر نگیره، پرسان نکنه، از درس ها پرسان کنه، از امتحانات پرسان کنه. حتی من به یاد دارم یکی از آخرین صحبت هایی که داشتیم وقتی بود که من به لندن سفر میکردم، تماس گرفت گفت که آن صحبت کردیم، خبر شدم که آن لندنم میری، دیگه خدا براتان موفق بگردانم این مسیر، یک مبارزه جدید و یک تلاش جدید است، استفاده تانه بکنید، اما حتماً یک استخاره بکن، توکلت به خدا بکن، دیگه یادت نره که با توکل به خدا و عزم و اراده خودت و تلاشت هر مسئله و مشکلی که باشه پیروز میشی و چیزی که کار بود ما هم در خدمت هستیم. من ازش تشکری کردم دیگه و برش اطمینان دادم که چیزی که در توان باشه انجام میدم. و لحظه ای که خبر شهادتش شنیدم، بعد شهادت قهرمان ملی هیچ حادثه به اندازه شهادت شهید داوود داوود و شهادت شاجهان نوری شخصا مرا آزار نداد. کسانی که می دانستم امید یک ملت، اتکای یک مردم هستند و افتخارات اینا و مبارزه اینا در مقابل دشمن زبون
شما شاهدی بودین که چطور سبب شد دشمن در عرصه روبرو و در مبارزه علنی نتانست و کاملا جوونانه و به شدت زبونانه اونا از پشت سر خنجر زدن و این سرداران ما را شهید ساختن. خداوند روحشان شاد بگردانه، جنت فردوس نصیبشان بگردانه. شهید شاه جهان نوری یک اسوه از تقوا، اراده و عزم و شجاعت بود. ما از زبان قهرمان ملی و همچنین از بسیار از بزرگان جهاد و مقاومتی را شنیده بودم که چقدر از عنفان جوانی اونا وارد جهاد شدن و در سن بسیار خرد، برخلافی که قهرمان ملی نمیخواست و دستورش این بود که به هیچ عنوان شما از بسیار خرد هستین، برین به طرف درسا و دیگه به صف جهاد و جنگ نپیوندین، اما او روزها و هفته ها می ایسته با عشق، با اراده و با عزم و شجاعت آنقدر خود ثابت میکنه که بزرگان میان فیش قهرمان ملی که این قسم ماش آدم شجاع و آدم دلیر و با انگیزه و در این سن ندیدیم که چون علی استاد است. و این رشادت و شجاعت او سبب این میشه که دیگه همیشه دیگه مشهور به شجاعت و مشهور به امی عزم و اراده باشه و تا آخر عمر متحدانه یک جا و صادقانه در کنار هم مبارزه کردن، شاگردان واقعی قهرمان ملی بودن و تا آخر عمر با هم یکی بودن و خداوندم یک جا جان ای دوره میگیره و در کنار قهرمان ملی انشالله باور دارم که بهشت برین ای دوره هر سیشان خداوند دیگه وصل میسازه و یک جا میسازشان. خداوند روحشان شاد بگردانه. بازم عرض تسلیت دارم به همه شما و به خانواده‌های گرامیشان و علل خصوص در این شرایطی که کشور ما یک بار دیگه زیر بار یوغ، تهاجم، استبداد، وحشت و ظلم قرار گرفته، چه بهتر که ما راه این بزرگواران را با عمل، با مبارزه، با رشادت، با صداقت، با رفاقت، با اتحاد و همدلی و با مقاومت و مبارزه ادامه بدیم تا بار دیگه مثلی که اونا شاهد یک افغانستان آزاد، آباد و مستقل شدن، ما و شما هم شاهد یک افغانستان آزاد، آباد و مستقل باشیم. ای کاش امروز مجلس ما را همه ما در کنار هم، در کنار مردم و ملت ما و در بالای مزار و قبرهای پاک ای شهدا برگزار میکردیم. اما رسم و زمانه بر این است که مرحله مبارزه و مرحله حماسه ای شهدا هنوز تمام نشده و امروز به گردن همه ما و شماست که این مسیر ادامه بده. در همینجا پیامم در این روز به همه مردم ما، از تمام اقوام، از تمام اقشار، از تمام احزاب، سه چیز خالص و کوتاه هست: متحد باشیم که ضعف دشمن در اتحاد ماست. امید ما به خدا و خود ما باشه که هیچ شرق و غربی به کمک ما و شما نمی آید. و سوم باور داشته باشیم مثل همی شهدا استاد شیم، پیروز می شیم و او آزادی و او عدالت انشاءالله که نزدیک است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.